سلام، به یکی دیگه از سری ویدیوهای کارگاه خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام صرفاً توسط CSS یک انیمیت چک باکس درست کنم. بریم با هم دیگه ببینیم که چجوریه. توی خیلی از وبسایت‌ها مسلماً این نوع چک باکس رو حتماً دیدین. میخوایم این رو با هم دیگه بسازیم. برخلاف چیزی که به نظر میرسه پیاده سازیش خیلی ساده است و با چند خط کد میتونیم به این ظاهر برسیم. خب، من اینو میبندم و شروع می‌کنم به نوشتن. سمت چپ محیط VS Code دارم و سمت چپ نرم افزار کروم رو که به صورت لایف سرور تنظیمات انجام شده. یعنی به محضی که من سمت چپ یک کد رو می‌نویسم و سیو رو انجام میدم، سمت راست میتونیم نتیجه خروجی رو با هم دیگه ببینیم. خب حالا بریم سراغ اصل کدمون. خب اولین کاری که می‌کنم اینجا صرفا میام یه دونه اینپوت درست می‌کنم از نوع چک باکس و کارم تمومه. خب چیز دیگه که نیاز داریم اینه که یه دونه فایل CSS به فولدرمون اضافه کنیم. پس میام اینجا یه دونه فایل درست میکنم به اسم styles.css و توی صفحه HTML هم به اون لینک میدم. میگم که یه لینکی دارم که رلش استایل شیته و hrefش مساوی میشه با styles.css و تمام. خب دیگه با فایل HTML هم کاری ندارم و میرم سراغ استایل هم. خب همونطور که اینجا میبینید سمت راست نتیجه خروجی رو همون لحظه میتونیم ببینیم. خب اولین کاری که میکنم اینپوتمو تارگت میکنم. به این صورت می‌نویسم اینپوت به شرط اینکه تایپش مساوی با چک باکس باشه. حالا خیلی سریع میگم پوزیشنش ریلیتیو باشه. ویتش 80 پیکسل. هایتش 40 پیکسل. اپیرنسش نان باشه که دیگه ظاهر دیفالت خودش رو نداشته باشه. بکگراند کالرش برابر این کد رنگ باشه. بوردر ریدیوسش برابر 20 پیکسل باشه. ترانزیشنش نیم ثانیه و یه باکس شادو هم بهش بدیم که زیباتر بشه از نوع اینست 0 0 5 پیکسل و RGBA 0 0 0 و با آلفای 0.2 بهش میدم که نتیجه خروجی چیزی هست که سمت راست میبینید. تا الان یه همچین چیزی رو به وجود آوردم. خب حالا کار دیگه که میخوام انجام بدم اینه که بگم اینپوت رو تارگت کن موقعی که چک شده باشه به شرط اینکه تایپش چک باکس باشه. میگم بک‌گراند کالرش رو برابر این رنگ قرار بده 03A9F4. خب به معنی که سیوش میکنم وقتی که روی این کلیک میکنم میبینین که رنگش به رنگ آبی در میاد و دوباره که کلیک میکنم به رنگ خاکستری که براش تعریف کردیم. حالا میریم سراغ دوباره اینپوت. میگیم به شرط اینکه تایپش برابر چک باکس باشه روی بیفورش این دفعه کار داریم. میخواییم بیفورش رو تغییر بدیم. اولین کاری که میکنیم میگیم کانتنتش رو برابر یک متن خالی قرار بده. پوزیشنش رو برابر ابسولوت قرار بده. الان داریم اون دایره وسط چک باکس رو درست میکنیم. ویتش رو برابر 40 پیکسل. هایتش رو هم برابر 40 پیکسل که کاملا دایره بشه. بوردر ریدیوسش رو برابر 50% که کار دایره سازی رو انجام میده. میگیم تاپش 0 باشه. لفتش هم 0. بک‌گراند کالرش برابر رنگ سفید باشه و ترانزیشنش هم همون نیم ثانیه‌ای که برای بالا تعریف کردیم. یه اسکیل هم بهش میدیم که 0.9% باشه. یه باکس شادو هم بهش میدیم که شکل‌تر بشه 0 2 پیکسل 5 پیکسل RGBA همینو بهش میدیم و تا اینجا این اتفاقی که افتاد یه دونه دایره توی چک باکس اضافه شد و وقتی کلیک میکنیم رنگش تغییر میکنه. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که به محضی که چک انجام شد دایره به سمت راست حرکت کنه و بعد از اون دوباره اگر که چک رو برداشتیم به سمت چپ برگرده. خب حالا میریم اینجا دوباره میگیم که تگ اینپوت رو تارگت کن روی حالت چکدش به شرط اینکه نوعش برابر با چک باکس باشه و روی حالت
بیفورش رو هم کار داریم و فقط اینجا کافیه بهش بگیم لفتش رو برابر 40 پیکسل قرار بده و کار تمومه تموم شد. خب حالا برنامه رو تست میکنیم، میبینیم که به زیبایی به محض اینکه کلیکش میکنیم به سمت راست حرکت میکنه و بعد از اون به سمت چپ حرکت میکنه. به همین سادگی تونستیم این چک باکس رو به وجود بیاریم. حالا اگر که هر تغییری خواستیم توی کد میتونیم بدیم و ظاهر اون رو به شکلی که دوست داشتین در بیاریم. مثلا میتونین به جای که 80 پیکسل برای عرض بهش بدین 180 پیکسل بهش بدین و اتفاقی که میفته به این صورته، دایره همچنان تا این نقطه جلو میاد. کافیه که اینجا همون مقداری که به بالا اضافه کردیم، یعنی 100 پیکسل بهش اضافه کردیم، این رو بکنیم 140 پیکسل. حالا اینو که اجرا میکنیم میبینین که کل مسیر رو طی میکنه و بدون مشکل کار رو انجام میده. سورس کد این برنامه رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم که بتونین به اون دسترسی داشته باشین. ممنونم که تا این ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. این ویدیویی که بهتون پیشنهاد میکنم مال همین کاناله و مربوط به همین ویدیو. اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.